نیروهای امنیتی در ولایت تخار نسبت به هر زمان دیگر در روزهای عید تلاش کردند تا امنیت این سه روز را بگیرند و نگذارند که در این روزها رویدادهای ضد امنیتی رخ بدهد. باشندگان تخار از نیروهای امنیتی میخواهند که مانند روزهای عید تدابیر امنیتی را همچنان حفظ کنند و نگذارند که دیگر این ولایت گواه رویدادهای امنیتی باشد و آرامش کنونی مردم از بین برود. روزهای عید بسیار به خوبی تیر کردیم، امنیت بود، نه صدای فیر شنیدیم، نه صدای توفنگ و هیچ چیز نشنیدیم. باز هم امارات اسلامی خواهش ما میست که امنیت را بیشتر خوبتر کنه، هنوز خوش و خوش وقتی تیر کنیم. عیدی خوب بود، خیلی عیدی که اصلا ما در دیگه وقتا انتظار عیدی نداشتیم، واقعا هیچ فیر نبود، کسی زخمی نشد و در هر گوشه و کنار شهر که ما رفتیم واقعا امنیت تامین بود. سرپرست قماندانی امنیت تخار میگوید که تنها چند مورد از رویدادهای جنایی را به ثبت رسانیده اند و نگذاشتند که هیچ رویداد ضد امنیتی در ولایت به وقوع بپیوندد. لاهم در طرف دشمنان ما اسلامی یکدم گروه بغاوت یا دایشی کدام اکثر عملی در تخار بلکل وجود نداشته و باقی مثلا جرمای جنایی یک چیز ناچیزی همین جرمای جنایی بوده، مثلا یکان یک چند جرم به نام چاقو زنی و مثلا تفنگچه کشی بوده ما دستگیر کردیم و مرجع عدلیه و قضایی سپردیم. اما مسئولان ریاست صحت عامه تخار میگویند در سه روز عید 78 مجروح به شفاخانه ولایتی تخار انتقال یافته است که 16 تن در اثر ضرب چاقو زخمی شده بودند و متبقی هم در اثر رویدادهای ترافیکی جراحت برداشته بودند.